با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و دوم از ماه دسامبر در روزهای جمعه مدت یک ساعت و نیم تقریبا بخشید یک ساعت خدمت شما هستم. عادت کردیم یک ساعت و نیم قدیم و امروز هم اجازه فرمایید که پرچم ما که سرنگون شده، قربان خدا نکنه پرچمی سرنگون بشه. عرض شود که امروز بعد از خوندن یک غزل از سعدی در باب یک شخصیت مهم صحبت میکنیم که به خصوص دهه 60 همه جهان با چهرش آشنا بودند و عکسی از او بر جای مونده که مشهورترین عکس قرن 20 است. حتی عکس های چرچیل و بزرگان قرن 20 در مرتبت بعد از او قرار میگیرند. اجازه فرمایید که یک غزل از سعدی بخوانم خدمتون از عاشقانه های شیخ اجل. سعدی چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است. عجب دقیق النظر بوده سعدی در عشق. چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است. طعم دهانت از شکر ناب خوشتر است. زنهار از اون تبسم شیرین که می کنی که از خنده شکوفه سیراب خوشتر است. شمعی به پیش روی تو گفتم که بر کنم. شمع بر کردن و چراغ بر کردن یعنی چراغ روشن کردن. بله، شمعی به پیش روی تو گفتم که بر کنم. حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشتر است. دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان. امشب نظر به روی تو از خواب خوشتر است. یعنی دیدار روی تو از رویاهای شیرین هم بالاتر هست. زن سوی بحر آتش اگر خانیم به لوت، رفتن به روی آتشم از آب خوشتر است. زاب روان و سبزه و صحرا و لالزار با من مگو که چش در احباب خوشتر است. سعدی دگر به گوشه وحدت نمی رود. خلوت خوش است و صحبت اصحاب خوشتر است. هر باب از این کتاب نگارین که برکنی همچون بهشت گویی از اون باب خوشتر است. شیخ اجل سعدی. خدمت شما عرض کنم وقتی که عصر مدرن رسید و مغزها باز شد و راه تفکر باز شد و زبان آزاد شد و برخورد عقاید و داد و ستد تفکر آزاد شد، اروپا در واقع به شکوفایی رسید و یکی پس از دیگری ما کشف‌های جدید می‌بینیم، یکی پس از دیگری ما رجال بزرگ می‌بینیم که جهان رو تغییر دادن. بعض از اینها تراز اول هستن، یعنی انقلابی در تاریخ انسان در واقع به وجود آوردن، مثل کوپرنیک به عنوان مثال. انقلاب بزرگ بود، دیگرگونی عجیبی بود. آقا یک عمری ما به سائقه عقل روزمره خورشید رو میبینیم که حرکت میکنه، گفتیم آقا این که دیگه ثابت کردن نداره، معلومه که زمین ثابته. ما نمیفهمیدیم که این زمین زیر پای ما با سرعت یه چیز حدود 50,000 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه و اون خورشیدی که اونجاست ثابته و اینها دور او میچرخن. این دیگه انقلاب بوده. چارلز داروین یه کسی دیگری بودی که خداوند رو، یعنی خلقت رو از دست خداوند گرفته، خدا رو معزول کرده، فرستاده خونه. آقا این چنین نیست که این کتاب‌های مذهبی گفتن که انسان از گل کوزه‌گری خلق شده است یا از حماء مسنون یعنی لجن گندیده. اینا نیست آقا، این تکامل بوده، از آسمان هم نیومده، از بهشتی هم نبوده. بر اثر تکامل و گذشت زمان این انسان آمده رفت فسیل ها رو هم پیدا کرد اون مرد و انقلابی کرد.
در واقع قسمت علوم عقلی نام‌های بزرگی می‌بینیم که جهان رو تغییر دادن. نیوتن صدرنشین هست در واقع. قافل سالار معرفت نیوتن هست در عصر جدید، ارسطو در عصر قدیم. اینها آدم‌ها بودند، آدم‌های کاوشگر که دیگر سدی و مانعی از دین، این دین مزاحم‌ترین بوده در راه کشف، مزاحم‌ترین بوده در راه کشف، به جهت اینکه انسان رو محجوریتی میده خود ساخته، یعنی خود انسان این زنجیر دین رو به گردن میاندازد و دیوار سیاهی از این تعصبات دینی بر مقابل چشم خود میکشد و هیچ راهی به آزادی و هیچ راهی به کشف دیگه برای او باقی نمیماند. این راه برای اروپاییان باز. در زمینه سیاست حقیقتاً بایستی گفت کارل مارکس یک معلمی بود که انقلابی در جهان به وجود آورد. حالا ما با مارکسیسم عرض میکنم که کاری نداریم و بنده مخالفم اساسا با مارکسیسم، اما عظمت اندیشه مارکس ستودنی است. اگر که ما میبینیم که در این آمریکای سرمایه دار که در واقع ظالمانه ترین نوع عرض میکنم حکومت هست و تفکر هست، اگر میبینیم یه چیزی هم به مردم دادن مثل بازنشستگی و سوشال سکیوریتی و اتحادیه های کارگری و عرض میکنم بیمه ها و اینها، از ترس اندیشه های مارکس بوده، وگرنه این سرمایه داران همه شو برای خودشون میخوان. به طمع سرمایه داری انتها نداره، طمع سرمایه داری انتها نداره، همه تلخی از بحر بیشی بود، استاد توس ما فرمود، مبادا که با آز خیشی بود. این آز سرمایه دار که انتها نداره، یک پنیش هم نمیخواد به کسی بده، همه چه برای خودش میخواد. اینا از ترس جنبش های کارگری اینها آمدن و یک اندکی در واقع به مردم ارفاق کردن، بازنشستگی و غیره و اینها، و کشورهای اروپای غربی که یک روشی معتدل اتخاذ کردن، یک میانگین طلایی به دست دادن که نه چپ چپ بود نه راست راست، و سوسیالیسم رو با در واقع وجوهی که در اندیشه مارکس نبود، مثل مالکیت خصوصی، اما redistribution of wealth به قول معروف، یعنی هر که بامش بیش برفش بیشتر، گرفتن و باز توزیع کردن بین مردم در لباس فرض بفرمایید بازنشستگی و تعلیم و تربیت مجانی و بهداشت و غیره و اینا. این هم از برکات کارل مارکس بوده. کارل مارکس و انگلس اینها چهره جهان رو دگرگون کردند و مارکس به صورت یک پیغمبری امروزین چهرش جلوه کرد و در میان صد مرد بزرگ تاریخ که بر تاریخ انسان تأثیر گذاشتن، کارل مارکس در ردیف دهم هست، دهم هست، ارسطو هم دوم هست، مسیح هم سوم هست. خوب و بدشو نمیگه ها، مورخ میگوید، من تأثیرشو بر تاریخ میگویم. کارل مارکس. خب حالا علتی که این صحبت از کارل مارکس به میان انداختم، بعد دهه 50 و 60 به خصوص اینها عرض میکنم که جنگ های چریکی بود در جهان و صحبت از اندیشه های مارکس که اینها از خیلی قدیمتر شروع شده بود و اولین انقلاب هم میدونید که انقلاب روسیه بود 1917 و سایر قضایا و مطالب. صحبت ما امروز در باب چون کاسترو فوت شده و کاسترو هم مرد بزرگی بود، ما دست کم نباید بگیریم، ما با اون مخالفیم به جهت این دیکتاتور بود، اما توانایی های این مرد رو نمیشود نادیده گرفت. بله، گفت هنرهای مردان نشاید نهفت. ما نباید نفی بکنیم به جهت اینکه خوشمان نمیاد،
یک مرد قولاسایی بود در همسایگی آمریکا، از اول سر حرفش ایستاد و چند صد بار این آمریکایی‌ها توطئه کردند که این را از میان بردارن و نتوانستن و او ایستاد و ایستاده مرد و ایستاده وارد تاریخ شد، هرچند اشتباه میکرد اما کارهای مهمی برای کوبایی‌ها انجام داد. و اون یک دوستی داشت به نام ارنستو چگوارا، عکس ارنستو چگوارا، این مشهورترین عکس قرن بیستم همین است که میخوام خدمتتون نشون بدم. از اون عکس مشهور چرچیل هم مشهورتر است، این چهره قرن بیستم است. بله، ارنستو چگوارا، بله، ملاحظه میکنید چگوارا متولد 1928 است و عرض میکنم که 1969 اگر که خطا نکنم در همون حوالی در بولیویا به دست ماموران سیایه کشته شد. این خانوادهش هست، بله، پدرش، مادرش، اینا در هومه بوئنوس آیرس زندگی میکردن. اینم چهره جوانی ارنستو چگوارا. این در واقع دوران خیلی جوانیش هست، مدرسه پزشکی میرفت و یک زمانی آمد مدرسه رو کنار، بچه که بود ارنستو چگوارا خیلی طالب کتاب بود. پدر ارنستو آمد 3000 جلد کتاب براش تهیه کرد، مینش از این کتابا رو میخوند. خیلی علاقه من بود به قلم نهرو، علاقه من بود به نویسندگان دوران رومانتیک فرانسه، علاقه من بود به عرض میکنم که برتران راسل و انواع کتاب ها، به ویژه تحریرات مارکس رو خیلی دوست داشت و یک نوع عدالت طلبی و استیفای حقوق بیچارگان در ذهن آقای ارنستو چگوارا زنده شد و گفت من باید اول مملکت خودم رو بشناسم. یک دوچرخه گرفت، یه موتوری بهش گذاشت و 4500 کیلومتر آرژانتین رو گشت. من یادم میاد که در اصفهان این هموطنان عزیز سدهی ما یه موتور میذاشتم، یه دوچرخه به اندازه یک کامیون پوست بار میکردن پشت این و صداش از همه چی بیشتر بود. مرحوم سعید نفیسی هر کسی میخواست تحقیر کنه از ادبا میگفت این آقا موتورسیکلت الادباست. میگفتن چطور؟ میگفت موتورسیکلت صداش از همه وسایل نقلیه بیشتره، وسایل نقلیه بیشتره، صدا زورش کمتر. باری 4500 کیلومتر این آقای ارنستو چگوارا گشت، ده به ده مملکت خوش خودیر و فقر او رو آزار میداد. این آمریکایی ها هم یه کمپانی مثل کمپانی هند شرقی درست کرده بودن، تمام محصولات این آمریکای جنوبی رو غارت میکردن، غارت میکردن. کوبا هم در اون روزگار در واقع روسبیخانه و قمارخانه آمریکایی‌ها شده بود. بله، این خط سیر آقای ارنستو چگواراست در روزگاری که سفر میکرده، بله سفر میکرده که آمریکای جنوبی رو بشناسد. تا شیلی رفت، بسیاری از جاها رو گشت و عرض میکنم که در سنترال امریکا، در گواتمالا سرانجام رفت. اول در بوئنوس آیرس مدرسه پزشکی پزشک شد، ارنستو پزشک شد و بعد اندیشه این که بایستی با بی‌عدالتی مبارزه کرد او رو راحت نمیگذاشت. این است که یک فرصتی یافت در این کشوری که نام بردم و رفت در اونجا و شروع کرد به این که ببیند ظرفیت ها چیست، چگونه می شود با عرض می کنم که مبارزه ای کرد، کاری کرد و اینها. گواتمالا این سال 1953 بود، این آمریکایی ها آمدند و پرزیدنت که به وجه دموکراتیک انتخاب شده بود آمدن، هواپیما فرستادن، بمباران کردن، کودتای کثیفی به راه انداختن. همون جان فاستر دالس وزیر امور خارجه آمریکا که اون جنایت بزرگ رو در حق ایرانیان کرد و اون کودتای منحوس رو به راه انداخت که ما هنوز از اون رنج میبریم و این انقلاب هم دنباله همون داستان بود،
همون آقا هواپیماهای آمریکایی فرستاد، مامورین CIA فرستاد، گرفتند و زدند و کشتند و تمام چپ رو که این ظرفیت‌هایی بود که ارنستو چه گوارا در بابش فکر کرده بود و ظرفیت‌ها رو گزارش گرفتند و مثل همون توده‌های خودمون چه آدم‌های خوبی رو تیرباران کردن، چه افسرای نازنینی رو کشتن، بستنشون به این چیز، به این تیرهای چیز نمیدونم پادگان زرهی لشکر دو، مثل حیوانات سرهنگای ارتش، در حالی که اینا یک هفتیر شکستم از این توده‌ها نگرفته بودن. آقا توده یه توده باشه چیکارش داری؟ آقا اخراجش کن، تبعیدش کن. قتل کردن مگه کار آسانیست؟ به خاطر عقیده گرفتن و کشتن و اینا، اونجا هم گرفتن و چند هزار نفر رو تیربارون کردند و ارنستو چه گوارا در همین گواتمالاست که با اعوان و انصار و دوستان فیدل کاسترو که در مکزیک تبعید بود آشنا میشه و پیغام ها رد و بدل میشه. هر دو مرد انقلابی. چند عکس نشون بدید لطفاً. بله اینجا بله از چه گوارا. بله اینجا ماه عسل رفته به خانومش ارنستو چه گوارا. اینجا هم سوار اسبه. اینجا روزگاری است که بله به کول ارنستو چه گوارا کارابین M1 اسپرینگفیلد هست، کالیبر 30. بندم یکیشو دارم، دو نوع هم خشاب میخوره. عرض میکنم که بسیار از تفنگ دقیق است، برای جنگ های جنگلی و محافظت از کمپ درست شده. جرمن هم به این خیلی علاقه داشتن، وقتی آمریکایی کشته میشد و اینا این اسلحه‌شو برمی‌داشتن با جنگ میکردن، به معنی که فشنگش تموم میشد مینداخت و برنو خودشو برمی‌داشت. اینجا ارنستو چه گوارا زمانی که در کوبا نبرد میکرد و سمت فرماندهی داشت. بله یه عکس دیگه هم که با پیپ نشون بده، بنده و آقای چه گوارا در یک چیز مشترکیم و اون پیپ هست. حالا نقشه بنده این است که بگذارم کنار. بله آخرین تقاضایی هم که کرد یک هم توتون پیپ بود که بکشه. بله اینجا هم کنار عرض میکنم که یک خودروی جنگی استاده. این از عکس هاییست که در کوبا در اون رزم هایی که علیه رژیم باتیستا میکردن چه گوارا رو نشون میده. بله اون یکی دیگه عکسش هم نشون بدید. بله چه گوارا رفته رفته متوجه شد که نیروی جراید در شهرت دادن به اندیشه و افکار شخصیت ها خیلی مهم این است که شروع کرد به مصاحبه کردن و تصویرش در جهان پخش شد و معبود همه آدم های انقلابی دنیا این شخصیت بود. بله آرژانتینی بی اندازه شجاع و بی اندازه مؤمن به اون چه اعتقاد داشت و سرانجام در مکزیک با آقای فیدل کاسترو و 80 نفر دیگر که اینها عرض میکنم که مخالفان دولت باتیستا بودند، که این باتیستا دیکتاتور منحوسی بود، دست نشانده آمریکایی ها بود و هم که عرض کردم این آمریکا همه آمریکای جنوبی رو غارت میکرد. فقر مردم هم برای چی کوچکترین چیزی نداشت. کوبا را هم در واقع تبدیل کرده بود به لاس وگاس امروزین اینجا و بی سوادی هم بیداد میکرد، تا 80% بیداد میکرد. تا این دو تن از استراتژیست های بزرگ بود در کارهای چریکی آقای چه گوارا، کاسترو هم دست کمی نداشت. این دو تن در مکزیک با هم عرض میکنم نشستند و گفتند و برخواستند و طرحی ریختند برای حمله به کوبا. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، برگردیم بقیه داستان یکی از آدمهای بزرگ قرن 20 که ارنستو چه گوارا باشد در باب صحبت کنیم به چند دقیقه دیگه. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم.
با درود دوباره هموطنان گرامی، در باب آقای ارنست چگوارا صحبت میکنیم. خدمت شما عرض کنم فیدل کاسترو هم مرد انقلابی بود، به واسطه کارهایی که کرده بود در راه ساقط کردن رژیم استبدادی باتیستا دیکتاتور کوبا، اون رو اخراج کرده بودن. داستان خودش و سوابق کاسترو هم بهش اشاره کردیم، خیلی مفصل بود. اینا رو فرستادن مکزیک، آمدن و طرحی ریختن. 82 نفر بودن که اینها سوار یک قایقی بشن، کشتی مانندی، و برون در یک نقطه پیاده بشن و رفتن. در یافتن راه اندکی اشتباه کردن، پایین تر پیاده شدن. نیروهای استبداد اونجا آماده بودن، جنگ سختی در گرفت. از این 82 نفر 22 نفرشون زنده خودشون به جنگل رسوندن، بقیت و جش کشته شدن به دست نیروهای استبداد. حالا 22 نفرن اینها. در اونجا یک کار سمبولیک کرد که در تاریخ زندگی آقای چگوارا موند، و اون این که او چیزی که به همراه داشت وسایل پزشکی بود، آنتیبیوتیک بود، نمیدونم انواع چیزهای کمک های اولیه بود، اون رو پرت کرد و یک عرض میکنم که جعبه بزرگ فشنگ افتاده بود از دست یکی دوستان، اون رو به کول گرفت. این در یعنی که من از کار پزشکی وارد جنگ شدم، داستان پزشکی رو اون بنابسات کسی دیگه آورد. اینها خودشون رو به جنگل رسوند. 22 نفر علیه یک استبداد که آمریکا هم شدیداً پشتیبانش بود، پشتیبان این آقای فاسد بود. دیکتاتورها فاسد هستن، دیکتاتوری که فاسد نبوده من نمیشناسم. هر کسی دیکتاتور شد فاسده. نگاه کنید به خمینی، نماز میخوند و عرض میشود که از آزادی صحبت میکرد، و به محض این که دید که فضا باز شده و این چماق در دستش افتاد، خونخوارترین آدم تاریخ ایران شد. به روایتی تا 30,000 جوان بیگناه رو داد تیرباران کردن. این خمینی یک جانور خوناشامی مثل خلخاری رو برای که روب ایجاد کند و در سایه روب قدرت رو کنترل کند، این مردک رو فرستاده بود هر جا می رسید کشتار می کرد، از زن آبستن بگیرید تا رجال مملکت که بیگناه بودن. خب هر رژیمی میاد سر کار، یه عده باید کار کنن اونجا، چه بکنن؟ چه تعداد آدمای بیگناه رو کشت وقتی که رفت در پشت بام اون مدرسه جنرال های ایرانی رو بیگناه کشت، بی‌محاکمه کشت، و ملت هم چیزی نگفت وقتی که پرچم ایران رو بهش توهین کرد و یک مرد پیدا نشد که بگه آقا من از پرچمم دفاع میکنم، گفت بندازین دور، عنکبوت رو آورد چسبان به پرچم، و من ملتی رو نمیشناسم که به پرچمش توهین کنی و ساکت بنشینه جز ما. تبدیل شد به یک جرار خونخوار و گفت هی نگویید اسلام، اسلام آن دین صلح است. امیرالمومنین در یک روز 750 نفر رو سر بود. به راست میگفت، راست میگفت. من دعوت به صلح ندیدم در قرآن، ولی دعوت به جنگ و خونریزی و گرفتن اموال دیگران 525 آیه در قرآن کریم هست، میارم خدمتتون ببینید. اون راست میگفت. بنابراین استبداد علل اطلاق فاسد میشه، استبداد مطلق مطلقاً فاسد میشه. اینه که اگر هموطنانی هستن که آرزومند استبداد هستن دوباره فکر بکنن. میسر نیست چنین چیزی. حاکمیت باستی حاکمیت با ملت باشد، حاکمیت قانون، حاکمیت قانون، و جز این ما چاره ای نداریم. همه کارها رو، همه نوع دیکتاتورها رو امتحان کردیم، دیگر بسه. واقعا ملت مظلوم تا کی بایستی رنج بکشه؟ تا کی بایستی بچه‌هاشو به زندان بیاندازن و ببرن به میدان‌های جنگ بیهوده به کشتن بدن و اموالشون رو غارت بکنن و تحقیر کنن و توهین کنن؟ تا کی قرار است ما این توهین و اهانت و تحقیر رو از چماقداران تحمل کنیم؟ تا کی؟ باری همیشه این دیکتاتورها، حالا البته سیاست ها عوض شده، مورد پشتیبانی قدرت های بزرگ بودن.
این باتیستا هم همین طور بود. حالا 22 نفر آمده میخواین دولت رو سرنگون کن. اینها آمدن شروع کردن صحبت کردن با کشاورزان. عکس کاسترو رو هم نشون بدید. بله این فیل کاستروه و روزگار مبارزه رو نشون میده، تفنگ به دوش. گاهی یک مصاحبه هم میکرد با بعض نشریات آمریکایی و رفته رفته نام فیدل کاسترو اینجا هم تفنگ دوربیندار دست گرفته. هر شبت که در همون روزهای جنگ است. بله و این 22 نفر شروع کردن به نبرد. تاکتیک های جنگی رو مسئولش ارنستو چگوارا بود و مشهور است که خائنین رو که می گرفتن هیچ ترحمی در حق خائنین نداشت و بلافاصله اعدام می کرد آقای چگوارا. و رفته رفته بعد اینها افسوده شد. بعد این هم میدان جنگ هست، کاسترو هست در میانه و این عکس ها عکس های تاریخی است از تاریخ کوبا و تاریخ جهان. تا اون که در واقع مومنتوم به قول معروف جرم حرکتی به نفع این چریک ها به جریان افتاد و اینها یکی یکی شهرها رو گرفتن و پایتخت رو هم گرفتن و آمدن بر سر اینکه چه تعدادی آدم باید بکشن. کاسترو مستقیما وارد کار نشد و از مردم رأی گرفت که آقا شما موافقید که ما عده اینجا تیرباران بشند و اینها. یک دادگاهی تشکیل دادن و تعدادی رو تیرباران کردن و آقای باتیستان فرار کرد خدمت ارباب و رژیم در واقع کمونیستی آقای فیدل کاسترو و چگوارا در تشکیل شد. میگویند که 7 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجن. از سعدی بزرگ. کاسترو نگاه کردید که خب حالا باید چه کرد. این انقلابیون وقتی که در واقع شریک میشوند و کسانی که دستندکار اصلی هستن و کار را انجام میدن، موقع تقسیم مشاغل به اینا شغل نمیدن. قدیمترینش که ما میشناسیم در تاریخ اسلام حضرت علی بوده. حضرت علی مرد مؤمنی بود، ماشاءالله شمشیرش دستش بود، صبح تا شب قتل و کشتار مشغول بود. وقتی که موقع تقسیم شغل شد بهش ندادن شغل. عرب بیزار بودن از ایشان. 6-7 نفر رفیق داشت. این دیگه نص تاریخ است، از بنده نیست. حالا در مثل مناقشه نیست، ولی خلخالی یک زمانی مقتدرترین آخوند ایران بود، درسته؟ اما از بس آدم کشی کرده و موقع تقسیم مشاغل به این قا شغلی ندادن. رفته بود در قم افعال صلات درس میداد. بعدم که مرد، تنها مرد و هیچ کس حاضر نبود خودش به اون نزدیک بکنه که بگه من با این خلخالی دوستی داشتم یا با این کار میکردم اینها. و در اینجا فیدل کاسترو آمد و در واقع مأموریتی بلند مدت داد به آقای ارنستو چگوارا، فرستادش به مشرق زمین، به پاکستان و هند و اندونزی و عرض میکنن که یونان و اینها، که برود و با سران این کشورها صحبت کند و مقدمات ترید یعنی داد و ستد اقتصادی برای کوبا فراهم بکند. به ژاپن رفت. یک کار ژاپنی، یک کار جالبی هم چگواره در ژاپن کرده. وقتی خواستن او رو سر قبر سرباز گمنام ببرن، گفت من اونجا نخواهم آمد، چون شما ژاپنی ها میلیون ها نفر آسیایی رو به قتل رسوندید و یک نیروی فاشیستی داشتید که آدم کشی میکردید و من اونجا نخواهم آمد. من میایم و اون ساختمان یادگار رو که در شهر هیروشیما گذاشتید، اونجا رو من میایم و در به اونجا ادای احترام میکنم. و رفت اونجا به یک سخنرانی جالبی کرد در راه صلح که هرگز اتفاقی مثل اتفاق هیروشیما نیفتد. چون آمریکایی ها میدانید که در روز 6 آگست 1945
یک بمب اتمی بر روی هیروشیما انداختن، در 9 آگست بمب دیگری بر روی ناگازاکی، و این یکی از ضد بشری ترین اعمالی بوده است که آدم ها انجام دادن در طول تاریخ. 200,000 نفر در هیروشیما فاصله 10 سال مردن از تشعشعات گاما رادیشن، و اثر تخریب هم که بماند 40,000 خانه در همون چند دقیقه اول پودر شدن و آتش سوزی و غیره. و چه گوارا در اونجا سخنرانی کرد و حاضر نشد به قبر سرباز گمنام بره، و بعد از مسافرت های طولانی که انجام داد و کاسترو کاملا دیگه قدرت رو در دست گرفته بود، آمد و برگشت به کوبا. در کوبا هم دید که در واقع کاسترو میخواست که او بماند، اما نه اینکه رقیب او باشد و شغل خیلی مهمی بهش واگذار کنه و اینا. او هم اندکی ناراضی و آدم انقلابی میخواست که به جاهای دیگر برود، و این هنری که او داشت و این تاکتیک هایی که او میدانست و ظرفیت های جنگی که داشت و ظرفیت های عقیدتی که داشت، میخواست از اونها استفاده بکنه و در واقع عدالت و انقلاب در ساره جاهای جهان برقرار بشود. این است که به آفریقا رفت. در آفریقا اونجا توفیقی به دست نیاورد و پیغام داده بود که من دیگه به کوبا بر نخواهم گشت. اما یک شب پنهانی رفت و با دوستانش خداحافظی کرد، با کاسترو خداحافظی کرد و گفت سرزمین های دیگری هستند که به من احتیاج دارن، و به یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای جنوبی مسافرت کرد و اون بولیویا بود. آمریکایی ها هم همه جا مأمور گذاشته بودند که این انقلابی بزرگ رو به دست بیارن و به قتل برسونن. یک بار هم از سوی کوبا آمد و در آمریکا در سازمان ملل متحد سخنرانی فوق‌العاده‌ای کرد و چهرش در جهان شهرت بیشتری یافت. سخنرانی خیلی خوبی هم کرد، چون مرد باسوادی بود، کتاب خوانده بود، خودش از اینکه پزشک بود، نظریه پرداز امور سیاسی بود، استاد کارهای چریکی بود و روی هم رفته آدم بزرگی بود. بنابراین آمریکایی‌ها هم با چهرش آشنا بودند و تصاویر بسیار از او داشتن و رب بولیویا. در بولیوی از کنم تعدادی چریک جمع‌آوری کرد و نشون بدی لطفا تصویرشو، اونجایی که اون رو کشتن. بعد اینجا برای یک تیر به مچ دستش زدن، یک تیر به گردنش زدن و نشون داره میده اون مأمور استبداد که خیالتون راحت باشد که چه گوارای کبیر به قتل رسیده. بله، این عکس در بولیوی گرفته شده. و آمدن به آمریکا یا فشار آوردن. ماموران سیایه در اونجا بسیار بودن و کندوکاب کردن و یک خائنی هم پیدا شد. محل چریکا و محل اقامت آقای چه گوارا رو گزارش کردن. 1800 تن مأمور شدن و این کمپ چگوارا رو محاصره کردن و جنگی هم در گرفت که سرانجام چگوارا تسلیم شد، بلند شد، گفت تیراندازی نکنید، من اسمم ارنستو چگوارا، زنده من برای شما مفیدتر از مرده من است. و بعد آمدن مرد رو دستگیر کردن در حالی که تیرم خورده بود، بردن زیر یه چادری که اونجا ساخته بودند و اینها. شب رو نگهداری کردن و بازجویی کردن، چیزی جواب نداد. با اینکه دستاش بسته بود، یکی کتکی بود که دو نفر از این بازجوها با دست بسته با پا و لگد و اینها از خودش دفاع کرد در واقع. و رئیس جمهور دستور داد که او رو به قتل برسونید، که فرمان آمریکا بوده، حتما و قطعا فرمان آمریکا بوده.
چون کشتن دکتر حسین فاطمی هم با موافقت آمریکا بود. من از اطلاع خدمتتون عرض میکنم و این ننگ های تاریخی بر پیشانی این سیاست خارجی آمریکا چسبیده و پاک بشون نیست. چگوارای 39 ساله دست بسته اونجا افتاده روی زمین، یکی از این فرومایگان به نام تران مأمور قتل کردن با یکی از همین کاربینایی که بر دوش خود آقای چگوارا بود و آمد و چند تیر به پای او زد و یکی به دستش که زخمش رو دیدید و یکی هم به گلوی آقای چگوارا و او رو به قتل رسوندن و این عکس یادگار هم در اونجا گرفتن. چگوارا کشته شد اما روح انقلابی او و کارهایی که کرده بود از میان نرفت. سهل است که به شهرت او افزوده شد به عنوان یکی از شهدای راه عدالت. عرض میکنم که در جهان شناخته شد و امروز هم شهرت او کم نشده، در واقع چهره شماره یک انقلاب است چگوارا، گرچه دیگه انقلاب ها عرض میکنم بچه دیگری گرفته و اون نوع انقلاب ها به جایی نمیرسد و اینها، اما این یادگار از این مرد باقی موند و داستان او و نویسنده برجسته ای بود و نوشتجاتش بسیار خریدار داشت. یکی از کارهاش برنده جایزه شد، یک فیلمی هم از زندگیش تهیه کردن، اون فیلم هم برنده جایزه شد. و خلاصه هر وقت صحبت از جنگ‌های چریکی هست نام چگوارا در سر هست، هر وقت صحبت از انقلاب کوبا هست از این کیوبن ایر، این شرکت هواپیمایی کوبا، روی بدنه هواپیماهاش عکس ارنستو چگوارا هست در در و دیوار. عرض میکنم که بچه های چپ و غیر چپ تصویر چگوارا رو ما میدیدیم در اون روزگار، هنوزم هست. فکر کردم بد نیست که ما یادی بکنیم از آقای ارنستو چگوارا که عقاید خودش رو پی گرفت و در جهان به شهرت رسید و خاطرش فراموش ناشدنی است. بعد یه بار دیگه عکس رو نشون بدید لطفا. بله، آقای دکتر ارنستو چگوارا، اون آقایون هم دارن نشون میده با انگشتش که حدود کجا خورده و بقیه هم. این عکس منو یاد عکسی میندازه است که قدیمترین عکسایی است که در خاطره دارم، پشت کیهان بچه بودم 6 ساله، دیدم یه عده نظامی هستن، یه مردی با ریش بلند هست، هیچ کنون هم نمیشناختم. بعد فهمیدم اون مردی که با ریش بلند اونجا ایستاده بود دکتر حسین فاطمی بود، اون نظامی که نشسته بود و قلم در دستش بود تیمور بختیار بود و بقیه سرهنگان. و حسین فاطمی هم سرنوشت این چنین داشت، با چند درجه تب در حالی که چاقو خورده بود از دست شعبان بیمخ، مشهور به عرض میکنم شعبان جعفری مشهور به بیمخ، برینلس تب داشت حسین فاطمی. اتفاقا چیزی که طلب کرد، گفتن چیزی میخوای، گفت به من یکم توتون بدین با پیپم بکشید. آخرین خواسته حسین فاطمی هم یک سیگار بود، وقتی میخواستم ببرنش میدان اعدام، گفت یک سیگار به من بدین. سیگار گذاشت گوشه لبش، روشن کرد و رو با کامیون بردن. فکر کنم که بارگان زرهی تو دو یه همچیچی اسمی داشت، اونجا مانند حیوانات وحشی
دستگیر شدن بستن به چوب و تیربارانش کرد. این بوده است داستان ارنستو چگوارا، حالا که فیدل کاسترو از جهان رفته باز نام این مرد مطرح شده است. بعد خدمتتون عرض کنم موسیقی که امشب شنیدید صدای دوست گرامی آقای حسن ستار بود. یک تعدادی سی دی های خصوصی از کارهای مرحوم حبیب‌الله خان بدیعی و استاد جلیل شهناز و استاد فرهنگ شریف دوست عزیزم آقای ایرج یزدان‌پناه داده است، لطف کردن به ما دادن که پخش کنیم در این برنامه. ازشون سپاسگزارم. از روز دوشنبه شروع میکنیم به پخش این سی دی های خصوصی که آقای بدیعی صحبت کرده، آقای شریف صحبت کرده و خیلی خیلی جالب است. ما صدای این هنرمندان رو میشنویم، هنرمندانی که دیگه نظیرشون پیدا نمی کنیم. روزگاری بود و مشروطه‌ای بود و آزادی آمد و مدرنیتی آمد و آخوند رو عقب نشونده بودن و توانستن مدارس موسیقی باشند و استاد سبایی بیاد و درویش خانی بیاد و کلنل وزیری باشه و فضای باز باشه برای موسیقی و استادان سنتی با اون استعدادهای جالب بیان و باز توجه کنند و کلاس‌های موسیقی بگذارند و خانواده ها بچه هاشون بیان و یک آدم مثل استاد حسین یا حقی باشه و یک خواهرزادهی داشته باشه به نام پرویز یا حقی تا میبینست بیاد، یک خانواده محترم هنرمندی مثل خانواده استاد شهناز باید باشد در اصفهان و اون استادان قدیم و اون خوانندگان و اون در واقع اهمیتی که ساز و موسیقی داشت باید باشد تا استاد جلیل شهنازی پیدا بشود و اینها. و این روزگاران سادگی به دست نمیاد. از ایرج عزیزم متشکرم و برنامه ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی با سپاس از سپهر عزیز و شما بزرگواران که توجه فرمودید تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.